کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ جانباختگان جانداده در راه نجات و آزادی ایران و با درود با زندانیان سیاسی شجاع در سیاه‌چال‌های رژیم ستمگران اسلامی، امروز شنبه 17 آوریل 2021 برابر با 28 فروردین ماه گفتگوی سیاسی این هفته رو آغاز می‌کنیم. من در اینجا درود میگم به همرزمان گرامی جناب دکتر کیانزاد و جناب پویا بهرامی، همچنین درود مخصوص من خدمت هممیهنان عزیزم به ویژه در ایران، ایران ویران شده توسط آخوند خائن خامنه ای بی بصیرت که ولکن معامله نیست، که هنوز هم به اون قدرت چسبیده، تمام قدرت رو تحت اختیار خودش گرفته، هیچ کسی هیچ کاری هست در ایران، هیچ کسی هیچ حرفی نمیتونه بزنه، فقط اوست که حرف آخر رو میزنه و هر کم که عدول کرد اون رو یا میکشند یا اینکه به سیاه‌چال‌ها میافتند. عرض کنم خدمت شما که این انفجار اخیر تأسیسات نطنز که میگویند رژیم در این وضعیت ورشکستگی کامل، ورشکستگی اقتصادی، وضعیت معیشتی بسیار بد مردم ایران 100 میلیارد دلار برای اونجا هزینه کرد. این حمله 24 ساعت بعد از اعلام نصب سانتریفوژهای نسل جدید که با اونها میخوان اورانیوم غنی شده درست بکنند صورت گرفت و اونجا رو به کلی منهدم کرد، به کلی از بین برد. خب البته این کار رو اینها کرده بودند که بتونن گفتگوی های برجام رو جلو بندازن، یعنی تهدیدی بود برای غرب که ببینید ما الان این سایت درست کردیم و در اونجا اورانیوم قوی رو، اورانیوم تقویت شده رو 60%، 70%، حتی 90% رو میتونید تهیه کنید. یا بیایید و برجام رو زنده کنید، تحریم ها رو بردارید، پولای ما رو بدید، بذارید که باز هم در منطقه خرج کنیم، تروریست درست کنیم، کشورهای همسایمون رو فتح کنیم، یا اینکه ما بمب اتم میسازیم. خب غرب هم یه مقدار هول شده بود و این کار رو انجام میخواد، اما اونطور که میگویند حدود امروز
سپاه پاسداران اعلام کرد که اون مسئول انفجار نطنز رو در واقع اینها فهمیدن کی است. از قرار معلوم فردی به نام رضا کریمی عامل اون خرابکاری بوده و توسط اطلاعات سپاه شناسایی شده. اما میگویند قبل از اینکه حادثه نطنز اتفاق بیفته این شخص به خارج از ایران متواری شده. قطع برقی که در تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم نطنز رخ داد با انفجار عمدی تأسیسات نطنز رو داغون کرده. البته مشخص شد که اسرائیل در این کار مسئول اصلی بوده و این کار رو هم اسرائیل به خاطر دو موضوع کرده. نخست جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی رژیم این اسلامی کثیف و دوم متقاعد کردن دولت‌های غربی که تهدید و فشارهای تهران رو نباید قبول کنن، نباید تسلیم بشن، مخصوصا در این مذاکرات جدید در وین. یعنی میگه شما نترسید، ما میذاریم همه رو داغون میکنیم، همه رو از بین میبریم، شما سعی نکنید که تسلیم این آخوندهای کثیف بشید. اون آخوند کثیف و بی‌بصیرت خامنه‌ای بشید که خودشو رهبر مسلمین جهان میدونه، رهبر چهار تا آخونده توی داخل ایران نیست ولی خودشو رهبر مسلمین جهان میدونه. این مدتی که احمق. البته اینجا پرسش اینه که این رژیم اونقدر بی ارزه است، اونقدر بی لیاقته که نتونسته از این مجموعه 100 میلیارد دلاری محافظت کنه. ببینید اینا چقدر ضعیفن، چقدر بدبختن، چقدر بیچارن. معلوم نیست که این سیستم رو کی ساخته برای اینا. مطمئنن متخصصین خارجی، متخصصینی که حالا یا از چین یا از روسیه یا از کشورهای اروپایی اومدن ساختن. اینها ارزه این کارا رو ندارن، اینها ارزه ندارن حتی یک اتومبیل بسازن که این اتومبیل بتونه بدون عیب و ایراد تحویل کسانی که خریدار اون هستن بشه. اون اتومبیلی که اینا تحویل میدن باید اول میره تعمیرگاه تعمیرهای عمده بشه تا اینکه بتونه راه بره. اینا اینقدر بی‌ارزه و بی‌لیاقتن. من اینجا از آقای دکتر گیاهزاد خواهش میکنم ایشون میکروفون رو به دست بگیرند و بیاناتشون رو ایراد کنند در این راه و در مورد احتمالاً انتخابات قضایی این رژیم، انتخاباتی که اینها در واقع دل به اون بستن و فکر میکنن که با اون میتونن باز هم مشروعیت در جذب جلب کنن. بفهم جناب دکتر کیازان، میکروفون در اختیار شماست. بله، با درود بر شما دکتر آقای عزیز، پویای عزیز، درود بر همیانان عزیزمون در درون و برون از ایران عزیزمون ایران زمین. خب به دنبال سخنان شما، این حکومتگران از همون روزهای نخستین نشون دادن که اینها مسئله شون ایران و ایرانی و ایرانیان نیست و در این راستا خیلی رو کمباره هم ازش سخن گفتیم که بنیانگذار این جمهوری اشغالگر مافیایی اسلامی پس از درگذشت خمینی دجال نابخرد که فهم و درکی از بگوییم سیاست نداشته، از مسائل دیگر اجتماعی نداشته، مسئلهش فقط اسلام عزیزش بوده، اونم اسلامی رو که خیلی ساده این آدم دربارش سخن گفته، ولایت فقیه و آنچه را که به حال ما در این 42 سال گذشته با این حکومتگران تجربه کردیم. بنابراین خب شکی درش نیست که اینا مسئله شون دفاع از منافع و مسئله ملی کشور ما نیست و مسئله شون خیلی ساده اسلام عزیزشونه، که این اسلام عزیزشونم دقیقا اون چیزیست که خمینی میگه و هیچ یک از کسانی که پس از خمینی هم آمدن حرف سخن دیگری نداشته، حتی اون خوبه شون
که تدارکچی محمد خاتمی هم مرد دیگری نداشت. لبخند زنان این طرف و آن طرف یه حرفایی میزد، اما جرأت این که، یا اصلا جرأت، مسئله جرأت نیست، مسئله باوره. مسئله شون اینه که خیلی ساده حفظ نظام هنگامی که متوجه بشن که خطر به وجود آمده برایشون مهمتر از هر موضوع و مسئله دیگری است، و بنابراین اینه که بتوانند بمانند و به این غارتگری ها و دزدی هاشون ادامه بدن. خب ما میبینیم در اینجا، این کلیپ خیلی کوتاه، در گذشته برحال پهلوی ها و محمد رضا شاه پهلوی نسبت به میهن، نسبت به ملیگرایی چگونه میاندیشیده؟ ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط را از بین ببرد. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی، با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین میشود و همواره نیز چنین خواهد بود. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام، این اسلام نی، تو سوم هم اسلام نیستی. این کاملا روشنه، یعنی این رو باید هزاران هزار بار گذاشت که شیوه تفکر در گذشته و باورهایی که وجود داشته، من فکر میکنم امروز آنچه را که محمد رضا شاه پهلوی در آن هنگام بارها و به ویژه به این صورت یک کسی سخن میگوید، مسئله خیلی ساده این نیست که ظاهر سازی بخواد بکنه. به هر حال فرق نمیکنه پدرش رضا شاه پهلوی که رضا شاه بزرگ و کبیر نام گرفت، شکی نیست که رفرم اجتماعی و رنسانس اجتماعی رو در ایران پیش بردند بعد از قاجاری، بعد از اون دوران تیره، تیره و تار، و محمد رضا شاه پهلوی هم به دنبالش بود. نگذاشتند این سخنان به این صورت خیلی ساده، در همون سالهای پیش از انقلاب، یک دو سال پیش از انقلاب، سال پایانیش، هر روز میباید صدها بار میگذاشت که مردم بشنوند و بگویند که در واقع ایران دوستی، ایران پرستی و نسبت به مسائل ایرانی توجه داشتن یعنی چی؟ این مرتیکه نفهم نابخرد یعنی خمینی، این بنیانگذار حرفش کاملا روشنه، گفته بوده، توجه کسی بهش نکرده. مرتیکه میگوید اسلام، ایرانی و ملیت و همه روز لگدمال کرد، زیر پا گذاشته، و چرا دو ساله که همهشون زیر پا گذاشتند. این عرض شود که جرسومه های ننگ برای ملت ایران و کشور اینا باید بروند، شکی درش نیست، چاره دیگری وجود نداره که کشور به این روز سیاه نشاندند. و بعدم جناب دکتر آبار بدرسی گفت ده ها و ده ها میلیارد خرج این جریان خیلی ساده مسئله استفاده از خودشون میگن فناوری اتمی در واقع بکنن. فناوری اتمی، خب مسئله خیلی ساده، این بهانه برای این بود، باز هم برای حفظ موجودیت خودشون، برای اینکه بتوانن بمانن، برای اینکه بتوانن یه بمب اتمی درست کنن و بعدم خیال بکنن دلشون خوشه، کسی جرأت نداره بهشون تعرض داشته باشه یا هر غلطی که دلشون میخواد بکنه. خب ما دیدیم، میبینیم همین کاری که الان انجام گرفته دقیقا نشون میده که اینها در واقع در چه وضعی قرار دارند، که حالا خودشون میگن یه آدمی پیدا شده اسمش هم کریمیه و بعدم نیست این کریمی. خیلی ساده، اینا میتونستن ده ها نام دیگر رو به کار ببرن که از کشور خارج شده. بنابراین شکی درش نیست، ما وظیفه داریم و به ویژه
در اینجا این اشاره رو هم باید بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی بعد از پدرش محمد رضا، پس از پدر بزرگش رضا شاه بزرگ، بعد کسانی که این سخنان رو در واقع میگویند، از سه دل میگویند، خب باید دنبالش رو گرفت، هیچ چاره دیگری وجود نداره. مردم ایران میهن پرستند، مردم ایران میدونن که یه سابقه تاریخی هزارهی فرهنگی جهانی در واقع دارند و دنبالش رو گرفت. باعث افتخاره، افتخاره که ما بتوانیم از این فرهنگ چندین هزار ساله ملت ایران بتوانیم دفاع بکنیم تا هنگامی که هستیم و باید ادامه داد. هیچ افتخاری بالاتر از این نمیتونه باشه و اینو ما پذیرفته ایم. هزاران هزار ایرانی پذیرفتند، آماده هستند، زنان، جوانان، دختران، پیران پذیرفتند، یعنی بریدند خیلی ساده از اسلام عزیزشون. و این بریدگی معنا و مفهومش اینم نیست که خیلی ساده من بیام در اینجا صحبت بکنم بخوام ضد دین بشم. نه خیر، ضد دین من نیستم. دین مسئله خیلی ساده فرعی و شخصی هر انسانه. بیدینی هم همینجور، یکی میخواد بیدین باشه، حقش بیدین باشه. ما ببینیم که این صحبت ها را هم که اینجا عرشبت مخالفین جمهوری اسلامی نمی کنند، این صحبت ها را من نمی کنم، دکتر آبار نمی کنه، پویا نمی کنه، این نمی کنه، آن نمی کنه. خب ببینید آیت الله سید جعفر صدر قائمی که من فکر میکنم احیانا شنیده باشید، حالا کلیپش که شاید پویای عزیز احیانا بذاره، با دل خون خیلی ساده میگوید شما دین رو از میان بردید. و اینه امروز که این مرد میگوید و مرد هم اشاره بر این داره که من یک قرانم از اینا نگرفتم و میگوید شما جنایتکار هستید، شما خونریز هستید، شما پدر مردم رو در آوردید، به این روز سیاه نشانیدید، برید. این رو یه آیت الله میگه خیلی ساده. و این رو دولت موقت مهدی بازرگان همون چند ماه پس از انقلاب گفت، گفت شما مردم بیدینشون کردید. خب معلومه که گوش باید این ملت و این مردم داده، هم دلایلش هم کاملا روشنه، به این دلیله که خیلی ساده باوری به اینا دیگر کسی نداره و این رو هم خودشون میدونند. پویای عزیز در این رابطه سخن خواهد گفت و بنابراین هیچ راه دیگری وجود نداره، هیچ راه دیگری وجود نداره برای ما ایرانیان که میگوییم ما به دنبال این هستیم که انقلاب مشروطیت رو سرانجام به پیروزی برسونیم، یعنی سرانجام اون روزی برسه که ملت ایران و مردم ایران بتوانند چیره بر سرنوشت خودشون باشند و بگویند چه میخواهند. و این کاملا روشنه. باز هم اشاره میبریم، ما پیمان بسته ایم با پیمان نوین که درش همه چیز هست. مهمترین مسئلهش خیلی ساده که سخن از حفظ تمامیت ارضی و جغرافیایی این سرزمین در واقع وجود داره است که اینها خیلی ساده اومدن در اختیار گذاشتند. ما امشب هم در ساعت 19 در عرشبت برنامه سازمان علوم ارضی اسپانیلانیست و همگرایی ملی ایرانیان هما در این رابطه سخن خواهیم گفت. دریای مازندران تقدیم پوتین کردند، خلیج فارس رو نفت و گاز و ارشاد همه چیز در اختیار چینی ها گذاشتند، چینی هایی که خیلی ساده غارتگر هستند، ماجراجو هستند و خیلی ساده توجه به محیط زیست و به هیچی ندارند. خب اینها یعنی چی؟ اون وقت آقای محمد جواد ظریف هم میاد در یه مصاحبه‌ای با یه خبرنگار زن داشته، وقتی ازش پرسیده میشه آیا شما باور دارید همه کنش هاتون و آنچه را که به ویژه در برون مرز در پهنه سیاست های بین المللی مطرح کردید بهش باور دارید؟ بعد آرام میگوید که نه خیر، من با خیلی چیزاش هم مخالف بودم و هستم. اما خب این در واقع
چیزیست که این نظام، نظامی که من بهش مربوطم. آه مرد حسابی تو خائنی، تو وقتی که یه کاری رو انجام میدی که بهش باور نداری و شاید در رابطه با قرارداد 25 ساله با چینی هم همینجور باشه، تو خائنی، تو مالکشی. تو رو باید خیلی ساده در فردای آزاد ایران روی نیمکت اتهام در واقع منشانند. شما همه تو خائن هستید، پست هستید که در نعمت و پول و همه چی دارید. خود همین آقای ظریف در آمریکا خانه و زندگی درست کرده برای روز مباداش که بتونه در واقع جاتر بکنه و راشو بکشه بره. بنابراین شکی وجود نداره جمهوری اسلامی باید برود، باید به زیر کشیده بشود. خیلی ساده میتونم بگیم سرنگونی، خیلی ساده. و بعد باز هم من خیلی ساده اشاره میکنم، معلومه که ضد انقلاب هستیم، از روز اولش هم بودیم. خیلی ساده ضد این انقلاب ننگین اسلامی که اگر اسلام بیان دیگران بگویند، به هر حال من نمیگم، آیت الله میگن، همونایی رو که تو دهنشون زدید جلو خفشون کردید، آدمای خودتون هم خفشون کردید، هر کی انتقاد بکنه این کارا رو میکنید. جرثومه ننگ و تبهکار سید علی خامنه‌ای و روحانی و همه دیگرانی که در واقع میخوان این نظام و این رژیم رو حفظش بکنن. هیچ غلطی نمیتونید بکنید. ما تا هنگامی که زنده هستیم نفس میکشیم در این راستا بر ضد این حکومتگران ضد ملی، ضد فرهنگ ملی ایرانیان عرض شود که کوشش خواهیم داشت تا بتوانیم، و این چنین خواهد شد، پیروز بشیم تا سرانجام میهن پرستان، ایران پرستان، اونها و نه اون کسانی که در واقع خمینی دجال، این مرد نفهم و دیگرانی که به خوی سرش آمدند بیان مطرح بکنند مثلا اون اسلامه. نه خیر، اونایی که در واقع مسئله شون اسلامه و اسلام رو میخوان حقنه بکنن که حقنه کردن در این 42 ساله، باید بهشون بگید نه خیر، ملت ایران نمیپذیره. و ملت ایران امروز به اینجا رسیده که نپذیره، به همین دلیل هم هست که به دنبال صندوق‌های رأی نخواهد رفت. سپاسگزارم. من تمام، پاینده ایران. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد عزیز. بله، این رژیم، این رژیم خائن، این خامنه‌ای بی‌بصیرت، خائن، احمق و نادان که فقط و فقط به خودش فکر میکنه و به قدرتی که در دست داره و به خانوادهش، بی‌لیاقته و هیچ گونه ارزش و اهمیتی هم در هیچ کجا نداره، حتی بین خود افراد خودش. همه میدونن که این فرد یک فردی است حقیقتا خائن، خائن به ملت ایران. خب این قرارداد خائنانه ای که این رژیم یعنی خامنه ای با چین بسته، خب نشون میده که اینها خائن ترین حکومتگران تاریخ ایران. استقلال، آزادی، استقلال سیاسی و اقتصادی ما رو دارن برباد میدن. این فرد جنایتکار، این سید علی خامنه ای خائن با قراردادهای خائنانه، خائنانش با روس و چین، میخواد ایران رو ویران کنه، ایران رو در حقیقت به چین و روسیه در اختیار اونها بگذاره. این از ضعف و بی‌لیاقتی این حکومته، این نماینده واقعا بی‌لیاقتی این رژیمه که نمیتونه اداره کنه این مملکت رو. خود این سید علی خامنه‌ای و خانوادش به ویژه اون پسر بیشعورش مجتبی بزرگترین دشمن ایرانیانن و هر گونه حقوق رو از این ملت سلب کردن. اینا جلوی پیشرفت و آزادی و میخوام بگم رسیدن به اون چه که در سابق، یعنی در 42 سال پیش ما داشتیم رو جلوشو بستن، نمیگذارند. کمر بستن به نابودی ملت ایران، کمر بستن به کشور، نابودی کشور ایران. اما برای اینکه دنیا رو تهدید بکنن بمب اتمی میخوان، برای اینکه بمونن بیعت مردم رو میخوان. یعنی میگن انتخابات میذاریم، بیاید انتخاب، بیا هر کی بیاد
هر کی اومد رأی انداخت رأی به ما داده، حالا اگه رأی نه هم باشه قبول، اینا فقط و فقط آری قبول میکنن. خب ملت نخواهد رفت، نمیرن ملت ایران، نباید برن، اینا رو باید بیرون کنن. همونطور که دکتر کیانزاد گفت، اینا رو باید بنشونن در اون نیمکت‌های اتهام، در میدان آزادی، در من نمیگم میدان آزادی، میگم اون ورزشگاه آزادی که 100,000 نفر رو جا میگیرن، اون وسط باید اینو بنشونن و مردم اون رو محاکمه کنن و به سزای اعمالش برسونن. مردمی که 42 سال رنج کشیدن، 42 سال درد کشیدن، الان هم با این وضعیت عفونت بیماری کرونا که خود اینها، خود سپاه پاسداران این رو بست میده، دست به گریبانن. دارو نیست، واکسن نیست، اما 100 میلیارد دلار خرج میکنن برای اینکه بتونن اورانیوم غنی شده درست کنن که بمب اتم بسازن. آخر چه باید کرد با این نظام، با این رژیم؟ مردم چرا تحمل باید بکنیم این رو؟ ما باید برخیزیم برای این رژیم، این رژیم رو باید سرکوب کنیم. من از جناب بهرامی خواهش میکنم ایشون به عنوان آخرین سخنران بیانات خودشون رو ابراز کنن. بفرمایید جناب بهرامی، میکروفون در اختیار شماست. درود میگم به شما جناب دکتر آوار، همینطور درود میگم به سرور گرامی جناب دکتر کیانزاد عزیز، همینطور به بینندگان و شنوندگان این برنامه و برای یکایک که شما عزیزان در هر کجای گیتی که هستید آرزوی سلامتی، شادی و تندرستی دارم. البته خب هر سه اینها واقعا در شرایط فعلی که در ایران ما شاهد اون هستیم آرزوی بیش نیستش. من میخوام یه برگشتی به گذشته خودم بزنم. در دهه 60 و 70 من تصور میکنم که کمتر خانواده در ایران وجود داشت که یا مستقیمن یا غیر مستقیم توسط جمهوری اسلامی کسی را از دست نداده باشه. مستقیم که در آن جنگ احمقانه بود که خمینی بر علیه صدام، دو دیکتاتور بر علیه یکدیگر به راه انداختن که تاوانش رو مردم مظلوم ایران و عراق دادن، و غیر مستقیم هم سرکوب‌های گسترده‌ای بود که جمهوری اسلامی در سایه جنگ که اون رو نعمت الهی میدونست خمینی انجام داد و بدون اینکه کسی بخواد به اون موارد رسیدگی بکنه به راحتی قوانین و عرف بین المللی و حتی قوانین اساسی خودشون رو هم زیر پا گذاشتن. اکنون هم شرایطی که در ایران شاهد اون هستیم مثل سال دهه های 60 و سالهای پس از پایان جنگ ایران و عراق هستش و به نوعی آخوندها و اون حکومتی که در واقع قدرت رو در دست داره در ایران کرونا رو یک موهبت برای خودشون میدونن و در سایه کرونا به سرکوب گسترده مردم ادامه میدن. ما در واقع در ایران به ویژه در تهران شاهد حکومت نظامی هستیم که از ساعت 10 شب تا 3 بامداد عبور و مرور در شهر ممنوع هست و متخلفین جریمه های خیلی سنگینی میشن. این معنی واقعی حکومت نظامی و معنی تردد شبانه رو داره و سوالی که پیش میاد این هستش که آیا ویروس کرونا در روز انسانها رو مریض نمی کنه؟ یعنی روزها ویروس میخوابه، شبها مشغول به کار میشه؟ آیا این چیزی به جز اعلام حکومت نظامی در ایران هستش؟ و این راهکارها که یک سال پیش من یادآوری میکنم به همیهنانمون، اگر به یاد داشته باشن دستگاه ویروسیاب مقان یا مقاک یه همچین نامی بود که تصویرش رو حتما میبینید که توسط سپاه پاسداران اعلام شد که اختراع شده و میتونه ویروس کرونا رو از فاصله 100 متری تشخیص بده. یک سال گذشت. در این یک سال ما انواع اقسام داروها رو از طرف نیروهای اسلامی و انقلابی دیدیم که برای مردم تجویز کردن. از تولیدات شطور، پوزش میخوام منظور من بذارید رک بگم، ادرار شطور که برای درمان کرونا تبلیغ رسمیشو میکردن، تا انبرنسا که در واقع اسم محترمانه فضولات خر هستش که به نظر من یک حیوان بسیار دوست داشتنی مورد احترامه، و روغن بنفشه، و نتیجه اون رو ما داریم میبینیم. آمار افسار گسیخته و واقعا وحشتناک کرونا در ایران که جای نگرانی بسیاری برای مردم به وجود آورده،
اما در کنار اون باید به این نکته هم اشاره بکنیم که سپاه پاسداران مستقیما در معماری و مهندسی این شرایط سیاه، چون دیگه وضعیت کرونا در ایران از قرمز هم عبور کرده و وارد سیاه شده، دست داشته. علت این دست داشتن سپاه پاسداران هم دقیقا به خاطر مبارزه با ملت آزاده ایران هست که راه حل نجات خودشون رو در حال حاضر با پشت کردن به صندوق‌های انتخابات قلابی و نگفتن به انتصابات در واقع که سرور گرامی جناب دکتر کیانزاد به خوبی اشاره میکنن، خیمه شب‌بازی انتخابات در دست گرفتن و پیش رو دارن و سپاه پاسداران طرحی رو در دست داره که بر اساس اون به خاطر گسترش و شیوع وحشتناک بیماری کرونا انتخابات رو در ایران به تأخیر بندازه. صحبتایی که در بین خودشون و در لابی‌های خودشون میشه طبق شنیده‌های ما از منابع موثق این هست که برنامه‌ریزی برای یک سال به تعویق انداختن انتخابات رو دارن و در طی این یک سال میخواهند وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام بکنند و در طی اون همین دولت رو هم به هر نحوی شده با مصوبات مجلس سپاه پاسداران اسلامی سر کار نگه دارند تا بتوانند مذاکرات رو به اون سمتی که خودشون میخواهند پیش ببرند و بتوانند اون امتیازاتی رو که برای بقای خودشون لازم هست رو به دست بیارند. حقیقت تلخ در این سناریو این هست که مردم ایران همونطور که من بارها اشاره کردم از بهمن ماه سال 98 به حال خودشون رها شدن و هیچ شخصی در جمهوری اسلامی، هیچ شخصی در جمهوری اسلامی، تأکید میکنم روش، هیچ شخصی در جمهوری اسلامی کوچکترین توجهی به وضعیت زندگی مردم نداره. نه رفاه مردم برای جمهوری اسلامی مهم هستش و نه امنیت مردم و نه سلامت مردم. اما همونطور که اشاره شد انرژی اتمی در واقع یا اورانیوم 60% جزء واجبات دینی برای این آخوندها قلمداد شده و نکته مهم این هستش که راه صحیح همین راهی هست که ملت ما در پیش گرفتن و اون نگفتن به انتخابات و نگفتن به جمهوری اسلامی هستش. من گفتار سرور کیانزاد رو مجدداً تکرار میکنم، افتخار میکنم که میگم ضد انقلاب هستم، افتخار میکنم که میگم برانداز هستم و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستم و افتخار میکنم که هر آنچه را که از دستم برمیاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام میدم. مهمترین نکته که ملت ما نباید فراموش بکنن و همواره باید اون رو به یاد داشته باشن این هستش که آزادی و نجات تنها و تنها با از بین رفتن جمهوری اسلامی به وجود میاد و در این راه ما هستیم که در دست یکدیگر و دوشادوش یکدیگر میتونیم این امید رو و این آماج رو به دست بیاریم و نیروهای خارجی در این راه همونطور که در چند وقت اخیر مشاهده کردید که چین از سوی، روسیه از سوی دیگر و کشورهای اروپایی هم به نوعی دیگر مشغول تاراج میهن ما هستند، هیچ انگیزه به غیر از تاراج ایران و ثروت‌های ملی ایران در سر ندارد و آن که میگوید برای نجات ایران میخواهد کار بکند از دولت‌های سیاسی من منظورم هستش بعد به گفتار شکن، ولی واقعیت همین واژه ما هست و ما هستیم که میتوانیم در کنار یکدیگر باعث سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی و باعث نجات خودمان و خانواده هایمون از این مصیبت تاریخی بشیم. از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم جناب دکتر آوار، میکروفون رو به شما تقدیم میکنم. سپاسگزاری میکنم از شما جناب بهرامی گرامی. فکر میکنم که ما حدود 30 دقیقه است که الان صحبت میکنیم و این همون میخوام بگم مرزیست که جناب والی تعیین کردید برای اینکه این رو به راحتی بشه در سایتمون قرار بدیم، ضمناً برای دوستان بفرستیم. این است که اینجا سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر کیانزاد که محبت کردن، زحمت کشیدن و در خدمتشون بودیم، همچنین از شما جناب بهرامی عزیز و همچنین به درود میگم به هم میهنان عزیزمون در
اون زندان بزرگ ایران که در حال تلاش هستند برای برکناری براندازی این رژیم کثیف اسلامی به سرکردگی خامنه خائن، و همچنین امیدوارم که این گرفتاری بزرگ یعنی عفونت ویروس کرونا هرچی زودتر دست از گریبان مردم ما برداره. گرچه این رژیم درست برعکس اون داره کار میکنه، ولیکن برای هر مشکلی یک راه حلی وجود داره، من اون راه حل رو پیدا کردم. سپاسگزارم. روز و شب شما خوش. بدرود. تا هفته آینده. کجای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟